سلام، اسم من نازنینه. امروز میخوام یه قصه براتون بگم که اسمش از نمیخوام برم سر کار. مینا و بابا و مامانش دور میز نشسته بودن و صبحانه میخوردن که یهو قطره اشک کوچیکی از گوشه چشم بابا سر خورد و افتاد روی ساندویچ مربای توت فرنگیش. بعد همین که بابا ساندویچ شورش رو تو دهنش گذاشت، یهو بغضش ترکید و با هق هق گفت: من دیگه نمیخوام برم سر کار. چشمای مینا شد اندازه تخم مرغ بزرگ آب پز روی میز و انگار که بابا کلمه رمز رو گفته باشه، دهن مامان مثل دروازه یه غار مخفی باز و باز و باز سر شد و بعد بابا که انگار دیگه بابا نبود داد زد: آره دیگه سر کار نمیرم. و کیفش رو برداشت و بودو بودو رفت توی پذیرایی و وسایلش رو یکی یکی پرت کرد هوا و خوند: خودکار بی خودکار، پرونده ها تو دیوار، من سر کار نمیرم، میشم بابای بیکار. و جیغ بلندی کشید و کیف خالی رو پرت کرد هوا. کیف چرخید و رفت بالا و همینطور که میامد پایین گیر کرد به لبه لوست رو بین زمین و هوا آویزون موند. بعد بودو بودو رفت سمت در، کلیدو گذاشت توی جیبش و داد زد: اصلا امروز همه باید خونه بمونن، اگه بریم بیرون یعنی منو دوست نداری. مامان گفت: کلیدو بده. و دوید سمت بابا، اما بابا از روی مبل پرید، دوتا صندلی رو چپه کرد تا راه مامانو ببنده و رفت پشت میز ناهارخوری. مامان چند دور دور میز دنبال بابا دوید، اما بابا خیلی تون میدوید، برای همین مامان پرید روی میز. بابا بدو بدو از کنار میز ناهارخوری دوید و رفت سمت مبل. مامان پرید که بابا رو بگیره، اما دستش به اون نرسید و پاش سر خورد و افتاد زمین و بوم صدا کرد. بابا فریاد کشید: زنده باد پیروزی. مامان نفس نفس زنان گفت: باشه تو بردی حالا. اما دیگه صداش نمی اومد، چون صدای جارو برقی توی خونه پیچیده بود. همزمان بابا میخوند: جوراب و پیچ و فنجون، شمع و کلید و قندون، آشغالای تو خونه اینطوری میشه پنهان. مامان داد زد: کافیه. جارو برقی رو از برق کشید. بابا شونهاشو بالا انداخت و رفت تو اتاق. مامان تلفن رو برداشت و به مدرسه مینا زنگ بزنه، اما تلفن هنوز زنگ نخورده بود که مامان فینفینی کرد و دماغش رو بالا کشید و گفت: بوی سوختنی میاد. بابا که سرش رو گذاشته بود وسط پلوور قرمز مامان از اتاق اومد بیرون. وسط پلوور یک سوراخ گنده به شکل اتو بود. بابا گفت: درست اندازه سرمه، نگاه کن. و سوراخ گنده پلوور را از سرش رد کرد. پلوور روی شونه هاش نشست. بابا پرسید: شبیه شوالی ها شدم؟ مامان یه جیغ بلند کشید و رفت توی اتاق. بابا گفت: از لباس جدیدم خوشش نیومد؟ مینا نمیدونست چی بگه. دلش بابای خودش رو میخواست، همون بابای همیشگیش. بابا وسط خونه در نقشه شوالیه با کیف آویزون از لوست مبارزه میکرد. کیف رو که شکست داد رفت سراغ تمرین شمشیر زنی و کمی بعد خسته شد و یه گوشه آروم گرفت. نزدیکی های زور مینا تلفن برداشت، برای مادر بزرگ پیام فرستاد: این رو به کمک نیاز داریم، خیلی زود لطفا. چند دقیقه بعد صدای زنگ اومد. بابا داد زد: مامانه، آخ جون. و سریع در رو باز کرد. سر و کله مامان بزرگ پیدا شد. بابا فینفینی کرد و پرسید: ماکارونی؟ مامان بزرگ نگاهی به دور تا دور خونه انداخت و گفت: آره، ولی اینجوری نمیشه ماکارونی خورد. مامان گفت: خونه باید مرتب بشه، مثل روز اول یا مثل اول همین روز. مامان بزرگ گفت: موافقم، پس حالا دستامون میدیم به همون. خوند: هر چی شده ریخت و پاش، کیف و کلید و تراش، یا قندون و صندلی زودی بره سر جاش. شنل شوالیه که وسطش خالیه بشه همون پلوور، خیلی خیلی عالیه. این بابای جیغ جیغو که میکنه هیاهو باید بگیره آروم، بعدش هم بخوریم ماکارونی.
با لبخندی زورکی گفت خب این شعر ماره وقتیه که کوکو درست میکردم. بابا یهو تکونی خورد. هاج و واج دور برا نگاه کرد و گفت من الان باید سر کار باشم. بودو بودو رفت سمت کیفش. نمیدونست باید چی کار کنه. اما یهو مکس کرد. فینفینی کرد و گفت این بوی ماکارونی از کجا میاد؟ مامان بزرگ لبخندی زد و گفت برای کار کردن خیلی دیر شده. امروز روز ماکارونیه. بابا نگاهی به مینا و مامان انداخت. بعد نگاهی به ساعتش کرد. کیفش رو گذاشت زمین و داد زد. آخ جون ماکارونی. خب اینم از داستان امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا داستان بعدی شب و روزتون خوش.